قبل هر چیز سلام من علی سینام و این اپیزود صفر گزین پنج بالاخره سال کنکور منم رسید چیزی که چه میخواستم چه نمیخواستم باید باش روبرو میشدم عمدتا سعی داشتم امتحانم و دقیقه نودی شب امتحانی کلا سرسری رد کنم بره ولی نمیتونستم با کنکور همچین کاری کنم یا حداقل اگه میکردم نتیجه خوبی احتمالا ازش نمی گرفتم یه چیزی بیشتر از احتمالا تقوی چیزی که از اطرافیان می و عرفی که تو جامعه غالب بود کنکور چیز خیلی مهم می بود همین باعث می شد که من استرس بگیرم و از اون طرف شاید انگیزه بالاخره با همه اینا تصمیم گرفتم که شروع کنم ولی شروع کردن همه چیز نبود این مسیر پرچالشتر از این حرفا بود و ساده نبود و علاوه بر اینا ترکیب شدن این چالش ها و این سختی ها با سنی که توش بودم ترکیب فاجعه باری بود اینکه تو سنی باشی که کلی فشارهای روحی روانی روته و از طرف جامعه و کلا محیط به فشارهای مختلفی وارد میشه و مجبور باشی برای یه امتحانی به نام کنکورم بخونی اصلا چیز آسونی نیست با همه بالا پایینا همین پستی بلندیا کنکور رو پشت سر گذاشتم و برگم و تحویل دادم به پشت سرم نگاه کردم و دیدم کنکور بیشتر از اون که برای من دغدغه درسی باشه خور از دقدقای احساسی و روحی روانی بوده و نکتهی که وجود داشت من بر روحیم رو حفظ میکردم تا به مسیرم ادامه بدم به خاطر همین شروع کردم تو اینترنت سرچ کردم برای منابع انگیزشی تقریبا آنگا و جملات انگیزشی رو خورده بودم و چیز جدیدی برام نداشتن و دیگه برای من کارساز نبودن و اثری روی من نداشتن همینجا بود که به خودم گفتم چی میشد اگه یکی مثل خودم بود و منو راهنمایی میکرد کسی که منو به خوبی درک میکرد و میتونست بهم کمک کنه نکته ای که وجود داشت این بود که زمان متوقف نشده کسی براش مهم نبود که من حالم بده و من درس نمیخونم همه داشتن کار خودشونو میکردن و توی مسیر پیش میرفتن یه جایی جمله خوندم که میگفت هر چقدر هم گریه کنی قور بزنی به زمین و آسمون ناله کنی و از این جور چیزا بازم زمین داره میچرخه و کسی به خاطر تو وای نساده اینجا هم دقیقا همین بود کسی به خاطر من وای نساده بود بقیه چه داشتن کارشونو رو میکردن همین باعث شد که بعد کنکورم تو فکر فرو برم این که چی یا کی میتونست تو این مسیر به من کمک کنه و این مسیر رو برای من یه ذره آسان ترش کنه یکی که درد منو بفهمه و اینو تجربه کرده باشه خلاصه همه افکار توی سرم میچرخیدن و من به این جواب رسیدم کی حال ما رو میفهم و درکمون میکنه واقعا چه کسی و جوابی که من بهش رسیدم این بود که کی بهتر از خود ما ما رو درک میکنه و چرا بچه ها نیان و داستان خودشونو بگن مسیری که طی کردن چالش هایی که داشتن و کلا بیان و راوی قصه خودشون باشن بگن که کنکور چطور بود چه فداکاری کردن چه هزینه هایی بابتش دادن و چه چیزایی رو پشت سر گذاشتن شاید همینا بتونه به بقیه کمک کنه و تصویر شفافتری از کنکور بهشون بده و بدونن که خیلی از این چیزها طبیعیه خیلی از این مشکلات و اونا تنها نیستن بدونن که فارغ التحصیلات چه جوری با اون مشکلات کنار اومدن و شاید این وسطی حس همزاد داری ایجاد و بتونن یه نقشه راهی پیدا کنن که کنکور رو بهتر سپری کنن کمتر درد بکشن و این مسیر رو با حال بهتری طی کنن به طور کلی قربانی اینجور دقدقه ها نباشن بتونن پتانسیل های واقعیشون رو نشون بدن و از حد اکثر خودشون استفاده کنن و اگه توی این مسیر همراه ما باشید قطعا خیلی خوشحال میشید خب دکمه قطع این کجاست؟